بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. ابتدا حالا یه جمله هم بگم. این دوستمی آیه کوسیچی که مرحوم شد، حالا حاج آقای احسانی ایشون از من بهتر میشناسند، ولی خب ببخشید حالا در محضر ایشون. این آیه کوسیچی بله، اولا من بیش از 40 ساله که با خیلی دوست بودم، خیلی ها یعنی واقعا دوسته بسیار بسیار نزدیک من بود. بله و الانم توی یک مانور نظامی ایشون کرونا گرفت، بلیزا در واقع یعنی در حال مأموریت بود و کرونا گرفت و توی یعنی هم خودش و خانوادش و خواهرش و پسرش و دختراش و همش رو کرونا گرفتن. و خب بله، این آیه کوسیچی رحمت الله علیه از من اولین روزهای جنگ، از اولین روزها توی جنگ بود. بسیاری از کسانی که بعدن شدند فرمانده لشکر و فرمانده قرارگاه اینا زیر دستشون بودند، یعنی خیلی اینا که فرمانده لشکر بودند بعدن شدند فرمانده لشکر، اینا همه یه آقای کوسیچی فرماندهشون بود. و بسیار بسیار آدم شجاعی بود، یعنی کم آدمی به شجاعت این آدم من دیدم. یه زمانی که مثلا کردستان چیز بود، روزها جاده تأمین داشت، یعنی تأمین میگذاشتند برای جاده ها، مغرب که میشد تأمین رو جمع میکردند، دیگه شب که میشد کردستان دست دموکرات و کموله و دست اینا بود، دوباره صبح تأمین میگذاشتن میشد رفت آمد بکنی. همون زمان جنگ ها یعنی شبها همیشه معمولا اینجوری بود، یعنی کل کردستان دست دموکرات ها بود و ضد انقلاب و اینا. یه موقعی بانه بود، برف اومده بود خیلی شدید، که تو همون برف هم چند نفر از بچه ها مثلا شهید شدن، تو از سرما مثلا زیر برف یخ زدن شهید شدن اینا. شبی بود، شاید 2-3 ساعت از شب گذشته بود، تأمین رو از موقع مغرب جمع میکردند. بعد یه جایی یه کار ضروری پیش اومد، یه آقای کوسیچی به من گفت که من باید برم اونجا. هرچی گفتم که نمیشه الان این موقع رفت فلان اینا، با ماشین فرماندهی که اون تو ماشین رو هر کی میدید که میفهمید که این فرمانده است که با این ماشین میره، و بدون هیچ محافظی فلان یک نفری تو اون برف و تو زمانی که شبا اصلا کل کردستان دسته ضد انقلاب اینا بود، بلند شد مثلا رفت برای اینکه مثلا برحال یه کار توی جبهه پیش اومده بود. بعد سال 59 یعنی همون ماهای اولی که عراق اومد، یکی از کارهایی که مثلا این آقای کوسیچی انجام داد، یه جایی بود، یه جبهه بود بهش میگفتن صالح مشتت. این جبهه صالح مشتت اینقدر عراق آتش ریخته بود که این روز زمین همینجور که را میرفتی تمام زمین وجب به وجب، بی مبالغه میگم، وجب به وجبش درکش بود، وجب به وجب اینقدر. و عراق اینجا دیگر که می اومد کنار کرخه، خود کرخه بهترین مانع بود برای عراق، بهترین برحال
سپر خیلی خوب بود و اگر که عراق می اومد کنار کرخه سنگر می گره خب برای ما خیلی بد می شد. مثلا همه آقای کوسیتشی خودش تصمیم گرفت و رفت اون طرف آب و یک خاکریزی زد، یا خاکریزی که اون زمان ایشون رفت اونجا زد از یک عملیات بزرگ مثل فتح المبین و فلانا، یعنی در اینجور حدی حساب می شد که این آدم به تنهایی انجام بده. خیلی آدم شجاعی بود، آدم توانایی بود. توی جنگ خب مثلا یه لشکرهایی بودن، خب بعد هر چند تو لشکر زیر نظر یک قرارگاه بود، ایشون خب یه مدت فهمده قرارگاه بود، بعد یه زمانی یه قرارگاه نصرت یا قرارگاه سری توی جنگم بود. مثلا یه قرارگاهی مثل قرارگاه لشکر نجف یا قرارگاه کربلا یا قرارگاه رمضان، اینجور قرارگاه ها، اینا قرارگاهیه که برای لشکر و زیر نظر اینا عملیات انجام میدادن. ولی وقت یه قرارگاهی بود که اونا قرارگاه سری جنگ بود که شاید تقریبا حالی یک کسی خیلی مهم متاسفانم کم در شاید چیز شما شنیده باشید، آقای علی هاشمی فرمانده قرارگاه نصرت بود که مثلا اونم خب همون قرارگاه سری نصرت بود و شهید شد. شاید از مهمترین آدم هایی که توی جنگ شهید شد یکیش همین آقای علی هاشمی بود رحمت الله علیه. یعنی خب فرمانده قرارگاه بود و شهید شد. این آقای کوسیچی هم یه مدتی فرمانده قرارگاهی سری جنگ بود، حالا غیر از این که مثلا فرمانده لشکر 25 کربلا بود یا معاون لشکر ولی عصر بود و آدم بسیار بسیار هرچه بگم کم گفتم متدین بود. هرچه بگم کم گفتم، اولا من به جرأت میگم که این آدم از اون موقعی که من میشناسمش، یعنی از سال 59 تا الان که 99، به جرأت میگم این هر شب نماز شب که میخونه اقلا نماز شبش دو ساعت طول میکشید، به شهادت میدم که توی این 40 سال شاید یک بار تهجدش ترک نشد و اینقدر مسئله شرعی بلد بود، اینقدر مسئله بلد بود که بی مبالغه میگم از خیلی از ماها به احکام و همین رساله و توضیح المسائل وارد تر بود. خیلی هم مقید بود به این که به این چیزا عمل بکنه و همین که خیلی خوب وارد بود. به هر حال یه زایه‌ای بود این آقای کوسیچی که مرحوم شده، انشاءالله خداوند با اولیای خودش مشهورش بکنه انشاءالله. بله بسم الله الرحمن الرحیم. گمانم تا اینجا خونده بودیم و قوله تعالی فتباع بالمعروف، بله تا اینجا خونده بودیم. آخر تفسیر آیه 178 فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف، که اون فمن عفی رو توضیح دادم که چه جوری باید فمن عفی رو معنا کنیم. حالا گفتیم که من عفی یعنی اون قاتل، یا این که من عفی یعنی اون ولی دم، دو جور معنا کردیم. اگر خلاصه بخششی پیش آمد فتباع بالمعروف ای فعل العافی اتباع بالمعروف، اونی که عفو می کند بالمعروف عمل کنه. مثلا فرض کنید اگر بلی مقتول اومد گفت ما نمی کشیم، ولی نگید مثلا فرض کنید ما 1000 میلیارد تومان پول می خواهیم، ما خیلی هم زیاده روی نکنه. ای الله یشدد فی طلب،
حالا که میگه نمیکشیم ولی پول خیلی زیادم طلب نکنه، سخت نگیره در طلب. و ینذره ان کان معسرا، و مهلت بدهد به قاتل، اگر قاتل پولی الان بالفعل نداره مهلت بهش بده. بلا یطالبه به زیادت علی حقه و علی المعفو له، و طلب نکند زیاده بر حق. مثلا بگه خب نمی کشمت ولی دیه میگیرم، اما همون دیه مثلا فرضاً دیه مثلا 300 میلیون تومنه، اما دیگه نگه 3 میلیارد تومن، همون مقدار بگه. و مطالبه نکند او را بیش از معفو له، معفو له مقتل بود. و اداؤن الیه به احسان، پس او به عدالت رفتار کنه، خود قاتلم که حالا میخواد پول بده اینم درست پول بده دا، خود قاتل هم درست پول بده. و اداؤن الیه به احسان، اداؤن الیه به احسان یعنی چی؟ یعنی ادف و اندل امکان من غیر متلین، پول را بدهد هر وقت میتونه، معتل هم نکند. مثلا اینجوری نباشه که بگه حالا مثلا خب من ماهی 1000 تومن میدم، این متل ها، متل یعنی یه حدیثی هست، متل الغنی ظلمون، آدمی که پول داره پول را به وقت نمیره قرضش رو بده، این خودش یه نوع ظلمه. مثلا من به یه آقا بدهکارم، میتونم من الان بدم، الان نمیدم فردا میدم، پس فردا میدم، این ظلمه. یا مثلا توی یه روایت دیگه از درباره نماز جمعه که مثلا طول دادنش متل، معتل کردن، طول دادن. و بهی قال ابن عباس و الحسن و قتاده و مجاهد، ابن عباس و این سه نفر دیگر هم همین جوری معنا کردن، یعنی او زیادی طلب نکنه، اینم خلصه درست به پردازه، اینم سوء استفاده نکنه. و هو المروی و عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق هم همینجوری نقل شده. و قیل المراد فعل المعفو و عن الاتباع و الاداء، بعضی هم گفتن که این بعدان علیه به احسان یعنی که المراد علی المعفو و عن، بر اون که ازش عفو شده اون تبعیت کند و پیروی کند به احسان. که معفو عنه را جلسه قبلی دو جور معنا کردیم، یه معنا این بود که معفو عنه یعنی قاتل، یه معنا این بود که معفو عنه یعنی بلی مقتول، بلی مقتول ادای الیه به احسان باشه. و قوله ذالک تخفیف من ربکم، زال این تخفیف است، کدام تخفیفه؟ این ذالک میگه اشاره است الی جمیع ما تقدم، تخفیف من ربی، حال خودش توضیح میده دا. این تخفیف از خداست و رحمته، یعنی که انه جعل لکم القصاص ابدیه ابالعفو و خیرکم بینها، خداوند شما رو مخیر کرده بین سه چیز، قصاص یا دیه گرفتن یا عفو کردن. قصاص حکم اولیه، دیه یعنی عفو از قتل ولی پول بگیره، یعنی دیه عفو هست اما عفو کم، اون عفو آخری یعنی عفو کامل، اما اون دیه خودش دیه هم یعنی عفو دیه، میگه نمی کشم پول میگیرم. و خیرکم بینه ها، شما رو مخیر کرد بینه. و کان لأهل تورات القصاص و عدل عفو، یهودی ها تو دینشون اینجوری بودن که یا قصاص یا عفو، یعنی یا بکشند یا عفو کنند، پول گرفتن دیگه نداشت. ولی اهل الانجیل العفو ابدیه، اهل الانجیل هم یا باید عفو میکردند یا دیگه، یعنی قصاص نداشتند، اما تو دین اسلام هر ستاست، اشکال نداره. چون این
اتباع به احسان نکرده، ولی این دیگه بادشب که نیست، بهتره، اشکال نداره. شما دونید که احسان در برابر عدل، عدل دیگه احسان دیگه چون این داره میفرماید که عافی عفو کننده به احسان عمل کنه. اگر عافی به معنی قاتل باشه، فرمایش شماست که قاتل بگه که حالی که من نمیکشی من دیه میدم، یه مدت بیشترم میدم، میشه احسان. اما اگر که عافی بلی مقتول باشه، اونجا احسان به اینه که کم بگیره، نه اینکه زیاد بده. این عبارتی کتاب همینجور بود که خوندم، ولی ببینید حالا اول اینجوری بگن بعد دیم. گفت که یهودی ها تو دینشون این بود که یا قصاص یا عفوه، مسیحی ها تو دینشون این بود که یا عفوه یا دیه، نه قصاص. تو اسلام قصاص، دیه، عفوه. تو این احتمال خیلی زیاد مجمول بیان این عبارت رو اشتباه کرده، این مطلب رو اشتباه از تو مجمول بیان. درستش اینجوریه ها که تو دین یهود فقط قصاص بود، نه دیه نه عفوه. تو دین یهود فقط قصاص، نه دیه نه عفوه. تو دین مسیحیت فقط عفوه، نه قصاص نه دیه. تو دین اسلامی ستا این عبارت درستش اینجوریه، یعنی درست عبارت اینه. حالا عبارت درست شما میخونم ببینید. مثلا قال المفسرون، همه مفسرون گفتن ان الله كتب على اهل تورات ان يقيدوا، خدا بر یهودی ها واجب کرده بود که قصاص کنند. بلا یأخذوا الدية بلا یعفو، ندیه نعفوه. و علا اهل الانجیل ان یعفو، بر اهل انجیل عفو. بلا یقیدو بلا یأخذوا الدية، این درستشه. ولی این که گفتم درستش، این مجمول بیان اشتباه کرده، اینجوری نقل کرده. بلی، حالا جدای از حرف مفسرین، جدای از حرف مفسرین، مسیحی ها اصلا تو دینشون که احکام وجود نداره، هرچی از که هم احکام دین یهوده، یعنی هر چیزی که حکم یهودی همون حکم مسیحی هم همون میشه. بلی از زمانی که مسیحی ها اومدن گفتن که اصلا مسیحیت شریعت ندارد، اون موقع کلن همه شرایع یهودو کنار گذاشتند. یعنی نه اینکه تو دین مسیحیت مثلا خدا برشون واجب کرده عفو، اصلا تو دین مسیحیت هیچ شریعتی نیست. وقتی شریعت نیست، هیچی اصلا به یه کسی که کشته چکار کنیم، هیچ حکم خواهد بکنی، ربطی به دین نداره. به یه مسیحی هم بگید مثلا حال یکی رو کش، باید چکارش کنیم، یه هیچ مثل این برقایی اینجا میخواد خاموش کنید، میخواد روشن کنید، ربطی به دین نداره که هر جور دلتون میخواد مهدایی بگذارید، لامپ بگذارید، ربطی به دین نداره این حرفا. اینجوریه تو مسیحیت ها، مسیحیت اصلا شریعت نداره، نه اینکه خدا برش رو پلوت. اینا آقای پولوس، آقای پولوس این کار کرد. پولوس حالا داستان مفصلی داره، پولوس خیلی یک آدمه، حالا یه وقت بله، پولوس یک آدم عجیب غریبیه، خیلی عجیب. پولس، پولوس، پولوس نمیدونم. علوم
عزم بودن به این معناست که یعنی دین آورده، اما نه به این معنی که شریعت آورده. اولو العزم بودن یعنی پیغمبر اولو العزم بودن و صاحب دین بودن، اما همیشه دین به معنی شریعت نیست. اسلام اینجوریه که هم اعتقادات داره، هم شریعت داره، هم اخلاق داره. اسلام اینجوریه. خیلی دین ها هست تو دنیا اعتقادات هم نداره، دین هست اینجوری، دین هست که نمیدونم اخلاق نداره، دین هست که فقط اخلاقه، دین هست شریعت نداره، دین هست که فقط شریعت، دین هست که فقط اعتقاداته، دین هست که اصلا اعتقادات نداره. گفتم اشتباهشو نقل کرده، اشتباهه. خیلی خوب. و قوله فمن اعتدا بعد ذلک، این مثلا الان تو ذهن همه شما اینه که مثلا کتاب آسمانی اینجوریه که خدا به فرشته میدهد و فرشته میاره برای یه آدم و او آدم هم مینویسد و اینم یه کتاب آسمانی. الان مثلا تو دین شینتو، خب یه دین بزرگیه ده دین شینتو، تو دین شینتو اینجوریه که موقعی که انسان نخستین حضرت آدم آفریده شد اومد رو زمین، کتاب آسمانی رو زمین بود. اگه بهشون میگی خواه این کتابو کی؟ میگه خواه کتاب آسمانیه. بر کی نازل شده؟ میگه بر کسی نازل نشده که. این فرشته کی بود؟ خدا. نه کار به خدا داره، نه کار به فرشته داره، نه پیغمبر، ولی کتاب آسمانی داره. یعنی همه ادیانو مثل اسلام بهش نگاه نکنید، که تو اسلامه که خدا به فرشته بگوید، فرشته بیاید به پیغمبر بگوید و پیغمبر بنویسد بشه کتاب. این همه ادیان اینجوری نیست، دین اسلام اینطوریه. و قوله فمن اعتدا بعد ذلک، هر کس تعدی کرد یعنی به ان قتل بعد قبول دیت ابل عف، اول اومد عف میکرد بعد تازه طرف رو گرفت کشت، این اعتدا کرده تعدی کرده. ان ابن عباس و الحسن و قتاده و مجاهد اینها گفتند به هو المروی یا ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، از امام صادق و امام باقر هم نقل شده که من اعتدا بعد از ذلک یعنی عفو کرد بعدم دوباره فلان کرد. و قیل به ان قتل غیر باطلهی، اعتدا بعضی گفتن معنی اعتدا اینه که غیر قاتل را بگیره بکشه، غیر از قاتل کسی را، پدر قاتل رو بکشه، بچه قاتل رو بکشه. بعضی هم گفتن او طلب اکثر مما وجب له من دیته، بعضی هم گفتن اعتدا بعد از ذلک یعنی بیش از دیه طلب کرد، بیش از دیه طلب بکنه. دقیل بن جاوز الحد بعد ما بین له کیفیت القصاص، بعضی هم گفتن که اعتدا کرد یعنی مثلا فرض کنید که خب قاتل رو فقط میشه کشت، اما قاتل هر جور کشته نمیشه بکشی ها. مثلا اگر که قاتل یه نفر رو مسله کرده، خود قاتل که بگیرن که نمیشه مسلش کنی. یا مثلا فرض کنید حالا قاتل یه نفر رو گرفته خفه کرده، حالا که بگیرندش که نمیشه قاتل بگیر خفش کنید، که قاتل باید همون تیر بهش بزنید، اما نمیشه. یعنی اینا همه تجاوز از حد. وقتی حد بیان شده یعنی کیفیت قتل بیان شده، حالا اگر کسی از این تجاوز بکنه، این از حد تعدی کرده. این یعنی در همون قتل یا در جرح یا فلان به این من، اما نه تو چیزای دیگه شا، چیزای دیگه شا جایزی نیستا. مثلا یک کسی را صبرن کشته، مثلا یه نفر رو کرده توی اتاقی در قفل کرده روش تا از گرسنگی تشنگی بمیره، قاتل رو بگیرن نمیشه این کارش بکنی یا قال
دیگه معلومه دهنم شده. قال القاضی، آقای قاضی گفته و یجب و حمله علی جمیع. قاضی گفته است که آیه را حمله بر همش بکنیم. فمن اعتدا، یعنی اعتدا در حد، یا اعتدا در پول گرفتن، یا اعتدا در قتل، در این که پسر قاتل، تو همه اینا اعتدای در همه چیز. لعموم لفظ، چون لفظ آیه عامه، همون تفسیر نمونه دیگه. فلهو عذابون علیم، اونطوری نیست. اما گفتم کسی نبیاد صبرن بکشه، مسله بکنه، مسله جایز نیست. مثلا کسی بیاد مسله بکنه، چش طرف رو در بیاره، گوش رو ببره، بینش رو ببره، این جایز نیست که قاتل این کار بکنه. مال غیر نفس. نه اون اگر چون آنی باشه، چون آنی دیگه وقت، دیگه وقت باید بگید که اصلا پس قصص هم نداره. اگر چون آنی باشه دیگه میشه شبهه. بله، بلیزه خیلی ها اومدن گفتن که آیه النفس به نفس، العین به العین، با این آیه نسخ شده، اینجوری گفتند. خیلی خوب، قوله تعالی ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، آیه 179. اللغتو الباب یا اولی الالباب، الباب یعنی چی؟ الباب یعنی العقول، واحدها اللب، لب عقل، مأخوذ من لب نخله، اخذ شده از لب نخله. لب نخله رو کسی میدونه یعنی چی؟ مغزش یعنی کجاش؟ اون بال، بالای نخل، اون کله نخلا، یه چیزی عین موزه و میخورندش. بله، شیرین سوخه. بله، اگر کسی اون رو بکنه حتما نخل میخشکدا. بله، و اگر آبم بهش برسه نخل میخشکه، یعنی اگه آب برسه به اون نخل خفه میشه. و اون رو بهش میگن لب و نخله، اون بالای نخل که عین موزه. و لب بالمکان و علب بهی ازا قامه، لب بالمکان یا علب بالمکان، هنگامی که توی یه مکان بماند. و لبو البال، بال یعنی مثلا خاطر، لب به معنی خاطر. بله، هر دوش. بله، حالا مجموع بیان اینجا البابو که گوی توضیح هم راجبه اولی هم میگفت که مثلا اولی چه کلمه یه مفرد نداره، بعضی کلمات جمعند مفرد نداره. بله، دیروزی بند خدا میگفت که به یکی گفتم، گفت که مثلا این آبیدی خیلی عیب داره. میگفت، گفتم حالا یکیشو نام ببر. گفت که خب مثلا چه عیبی؟ این خیلی واضحه، ملائکه جمع ملک. این گفته که ملائکه جمع ملک نیست. به خواهی کرد عیب اینه، از اینجا عیبو من خیلی دارم. آخه جمع ملک، آخه کی میگه که جمع ملک میشه ملائکه؟ جمع ملک بر وزن فرس، جمعش میشه افراس. ملائکه که جمع ملک نیست که. مثلا ملائکه رو بگید مثلا مثل کلمه یه ابابیل. ابابیل جمع چیز چیه؟ ابابیل جمع بیله یا جمع کلک؟ بله، مثل کلمه قوم. قوم حالا جمع چیز چیه؟ میگه جمع نداری. خیلی خوب،
المعنى معنای آیه شریف ثم بین سبحانه وجه الحکمت فی ایجاب القصاص، آیه بیان کرده حکمت در این که چرا قصاص واجب شده. فقال، خداوند فرموده ولکم ایها المخاطبون، ای مخاطبین برای شما در قصاص حیات است. قصاص باعث حیات میشه. یعنی چه قصاص باعث حیات میشه؟ احدهما ان معناه فی ایجاب القصاص حیاتن، همین که قصاص واجبه ها، این باعث میشه که آدم کشته نشود. چرا؟ لأن من هم بالقتل، هر کس تصمیم میگیره یکی رو بکشه، فذکر القصاص، یادش میفته که اگه بکشم بعد خودمو میکشند، ارتدع بعد دیگه نمیکشه. فکان از ذالک سببا للحیات، خود همین این باعث میشه که پس یه آدمی کشته نشود. همین که هر کسی ببینه اگه من یکی رو بکشم خودمو میکشن دیگه نمیکشه، این سبب حیات است. ان مجاهد و قطعات و اکثر. پس الان گفتیم که ولکن فرق قصاص حیات، یعنی خود این حکم باعث میشود که آدم کشته نشود. حالا اون حرف دیگه بیزده میگم، اون اصلا بحث فلسفه حدوده، حالا میگم که اون چیه. بس ثانی، معنای دوم اینها، ان معناه لکم فی وقوع القتل حیاتون، اصلا اگه شما بکشید تازه زنده کرده اید. معنای اولی این بود که این حکم باعث میشه که آدم کشته نشود، این حیاته، ملکون فی القصاص حیات. معنای دوم اینه که نه، قصاص اینه که بکشید، وقتی کشتید یکی زنده میشه. چرا؟ ببینید، لأنه لا یقتل الا القاتل دون غیره، تو قصاص آدم قاتل رو میکشه دیگه، کسی رو که نمیکشه. اما به خلاف ما کان یفعله اهل الجاهلیه الذین کانوا یتفانون بالتبائل، به خلاف این که در زمان جاهلیت اینجوری بود که فنا می‌کردن به تبائل. تبائل رو قبلا هم داشتیم، اون که برتری ها، می‌گفتیم که اگر که مثلا اون قبیله‌ای که برترند، این قبیله هم پایین ترند، اگه این پایین تری ها یکی از اون بهتر رو کشت، اونا می اومدن دو تا از اینا می کشتند. یا گفتیم که مثلا فرض کنید که اگه اینا یه زن از اونا می کشتن، اونا می اومدن یه مرد از اینا می کشتن بیشتر. یعنی تو جاهلیت بیشتر می کشتند. خدا می فرماید نه، به همو اندازه بکشید، این باعث حیاته. باعث حیاته یعنی چی؟ یعنی آدم اضافه کشته نمی شود. ان سدی، سدی اینو گفته، بل معنیان جمیعا حسنان، هر دوتا معنا خوبه. خب حالا میخواد یه توضیح بده درباره این که یه ضرب المثلیه، لکن فی القصاص حیاتون، قرآن فرموده لکن فی القصاص حیاتون، در زمان جاهلیت ضرب المثل این بود، میگفتن القتل و انفال القتل، القتل و انفال القتل، گاهی هم میگفتن که القتل و اقل القتل، بکشید کشتن کم میشه، اگر بکشید کشتن کم میشه، اگه نکشید کشتن زیاد میشه. اگه شما مثلا یه نفر قاتله، قاتل بگیرید بکشید، قتل کم اتفاق میفته، اما یه قاتل نکشید و قتل زیاد میشه. القتل و اقل القتل، یعنی خود کشتن کشتن کم میکنه، بلیزو بهتره که بکشن. حالا میخواد بگی که قرآن ضرب المثلی که خود خدا درست کرده، این بهتر از ضرب المثل اوناست. نظیره من کلام العرب،
نه نه معلومه دیگه، مراد همینه، مراد همینه. ببین میگه شبیهش اینه که عربو میگن القتل و انفال القتل، یعنی ضرب المثل الزام، القتل و انفال القتل ضرب المثل. تو المنشد نگاه کنی ضرب المثل رو داره این هستا، الا ان ما فی القرآن اکثر و فایدتن و اون چه فی العبارت، عبارت قرآن فی القصاص حیاتون، فی القصاص حیاتون هم فایدهش بیشتره، هم عبارتش مختصر تره، هم ابعد من الکلفت به تکریر الجملته، کلفت هم توش نیست، تکرار نداره. اما وقتی بگوی القتل و انفال القتل، قتل تکرار شده، در حالی که خداوند اینجور که فرموده تکرار نداره، فی القصاص حیات تکراری هیچی توش نیست. و احسن و تألیفن بالحروف المتلائمه، عبارتش هم با حروف سلیس و روانه. شنیده مثل کسی میگفت که بله، میگفت تو فارسی نمیدونم قاف وجود نداشت، یا نمیدونم غین وجود نداشت، پس چرا حالا هست؟ اون گفت که به خاطر اینکه شما اومدید از تو زبونتون تو زبون ما اینا رو آوردید، یعنی خود شما اهل غارت و قتل بودید. حالا من همه چیز چه نگفتم و حس کردم که یه وقت توهینی نشده. الان خودش میگه اینا رو خودش میگه. پس احسن و تألیفن بالحروف المتلائمه، یعنی حروف ملائم هم دیگه، قاف و صاد و فلان اینا، و فایدش هم زیاده. حالا خودش اینا رو توضیح میده دا. میگه اما اکثر و فایدتن، جمله اولی بود که گفتیم اونی که ما فی القرآن اکثر و فایدتن، یعنی چه اکثر و فایدتن؟ فلعن فیه جمیع و ما فی قولهم القتل و انفال القتل و زیادت و معانن. وقتی میگوییم فلق ساس حیاتون، همون القتل و فلقتل انفال القتل رو میفهمونه با یه اضافه، ولی زمیش اکثر و فایدتن. اما کثرت فایدش به خاطر اینکه فلعن فیه جمیع و ما فی قولهم القتل و انفال القتل، همه اون را دارد با یه اضافه. اضافه چیه؟ و زیادت و معانه، یه معانی اضافه داره. منها ابانت العدل. بینه اگه من بگم القتل و انفال القتل، عدل رو نمیفهمونه، اما فلقصاص حیاتون میگه داره قصاصش میکنه، یعنی جبران همونو، ولذا این عدالت هم میفهمونه. لذکرهی القصاص، اما القتل و انفال القتل عدالت رو نمیفهمونه. و منها یه معنای دیگه که باز این آیه قرآن میفهمونه اینه که ابانت الغرض المرغوب فیه و هو الحیات. اونجا میگو القتل و انفال القتل، قتل و نفی میکنه، اما نمیخواد بگه هدف زنده ماندن است، اما فی القصاص حیات میگه هدف زنده ماندنه، قرضی که رغبت درش از حیات. نه قصاص نیست، بر عذاب دیه، مجازات است. اون همون که ایشون یه اشکالی کرد گفتم ولی بعد میگم، اونم همین چیزه. بله ما فعلا بسی ما قصاصه نه حدود، اون حرفه بنده خدا حدوده نه قصاصه، ما قصاصه داریم میگم. ممن ها فایده سومم الاستدعا بر رغبت و رهبت به حکم الله به. وقتی میگه فلق ساس حیاتون، دارم طلب میکنم به اینکه رغبت پیدا کنید در حیات و بترسانید از کشتن، هدف اینه. و میخواییم بگیم که خدا یه حکم کرده، اما وقتی من میگم القتل و انفال القتل، اولا حکم بیان نکردم، فقط میگم قتل جلو قتل رو میگیره، ولی حکم بیان نکردم. اینجا دارم میگم حکم میکنم به فلان. یکی دیگه این که اینجا رغبت و رهبت، اونجا رغبت و رهبت نیست. این تا اینجا اون جمله اول.
جمله اولین بود که چی؟ اکثر و فایدتا. جمله دوم گفتیم اوجز و فل عبارته، عبارتش هم موجزه. اما الاجاز و فل عباره، اجازه در عبارت، فلعن الذي هو نذير القتل، القتل انفال القتل، قوله القصاص حياتون. بینی الان اون القتل و انفال القتل با این القصاص و حیاتون، القصاص و حیاتون ده حرفه، القتل و انفال القتل چارده حرفه. فلعن الذي هو نذير القتل انفال القتل، اونی که شبیه القتل و انفال القتل، اینی که خدا فرموده القصاص و حیات، القصاص و حیات ده حرفه، در حالی که اون القتل و انفال القتل چارده حرفه. خب خواست کمش بکنه دیگه. حالا اگه شما حساب مالو بکنی خب میشه دوازده تا اون چارده تا. خیلی فهم. سوم این بود که ابعد من الکلفت به تکریر الجملته، و ابعد من الکلفه، و اما بعده من الکلفه، اون ولکن فی القصاص کلفت نداره. دلیلش اینه، فهو ان فی قولهم، وقتی که میگوییم القتل و انفال القتل، این کلام تکریرن، یعنی تکرار توش هست، که غیره ابلغ منه فی القصاص حیاتون، که تکرار نداره بهتره، بلیغتر. آره دیگه، بله همونه، بله همونه، بله. اینم مال اون کلفت. جمله آخری هم این بود که گفتیم که بله احسن و تألیفن، و اما الحسن و به تألیف الحروف المتلائمه، او حسن به تعریف حروف متلائمه، که تو آیه حروفش ملایمه، همون جا نه، دلیلش اینه ها، فَإِنَّهُ مُدْرَكٌ بِالْحِسِ وَمُوْجُودٌ بِاللَّفْزِ، یعنی خدا آدم اصلا درک میکنه که فِي الْقِصَاصِ حیات خیلی سلیس و روانه، اما القتل و انفال القتل یه مقدار مغلقه. اون چیز بوده میگفت که و قرب و قبر حربن قبرون، اصلا نمیشه تون بخونیش، قاطی میشه. یه القتل و انفال القتل هم همون جوریه، آدم با حس، یعنی خود آدم با ذوق میچشه که این سلیس اون سلیس نیست. فا ان الخروج من الفاء الى اللام اعدل من الخروج من اللام الى الهمزه، خروج از فا، فا فی فل قصاص، یعنی فی از این ف، خروج از فی ف، خروج از فا فی، بعدش هم لام فل، خروج از فا به لام، از ف به لام رفتن روانتر است، سلیستر است، من الخروج من اللام الى الهمزه، بله خروج از فا، از فا فی به لام، لام قصاصا، لام القصاص، این روانتر است از خروج از لام به همزه. لام به همزه چی؟ القتلو انفا، لو ان، از لام به ا، از خروج از لام به همزه. لبعد الهمزه من اللام، همزه انفا با لام قتل فاصله زیاد داره. و کذالک الخروج من الصاد الى الحاء، بل قصاص حیات، آخر قصاص صاد حیات ها، خروج از قصاص به اون حیات اعدل، روانتر است از خروج من الالف الى اللام، انفا للقت، فا للقت، فا للقت.
فبجتماع هذه الامور، این اموری که گفتیم که تو فلحیات قصاص هست و تو القتل و انفال القتل نیست، به خاطر این امور التي ذکرناها کان ابلغ منه و احسن، این سلیستر و ربانتر و بهتره. شما یه وقت مثلا همین المیزان رو با اینکه خوب خیلی بد زنه، بذارید این عبارت اینجا رو با المیزان مقایسه کنید ببینید چه فرق داره. میشه؟ بله میفهمونه، بله میفهمونه، در حالی که اون نمیفهمونه. خاکی بکشه داشته یه دوتا از اون انفا الف انفا للقتل، الف انفا با لام للقتل. بله بله، یکی میگفت که اگر که شما فقط یه آدم تنها تو دنیا شما تنها باشی وقت چیکار میکنی که به سخت نگذره؟ گفت که خب روزا میخوابم، شبا میرم دوزی. کان ابلغ منه و احسن و این کان الاولو حسنن بلیغن، یعنی خود القتل و انفال القتل هم بلیغ هست و خوبه ها، کلام قشنگیه، اما فی الحیات فی القصاص حیاتون قشنگ تره. بله بقید اخذه و شاعر، شاعر هم از همین آیه قرآن گرفته، گفته که ابلغ ابا مسمعین انی مغلغلتن و فی الاتاب حیاتون بین اقوامی، برسم به ابو مسمع از طرف من مغلغلتن، این مغلغلتن یعنی پیغام من رو، پیغام آرام من رو به او برسان، و فل اتاب حیاتون بین اقوامی. ببینید به هر حال هر کشوری یا یه بزرگتری میخواد که یه وقت یه نهیبی بزنه، یه دادی بکشه، یه خوخی بکنه، فل اتاب حیاتون، در اتاب همین سرزنش کردن و اتاب حیات هست بین اقوام، هم فل قصاص حیاتون. بلی اشاره و این کانه حسنن، ای القتل و انفال القتل قشنگه ها، خوبه سا، یا من گفتم مثلا القتل و اقل القتل، کشتن کشتن رو کم میکنه، نکشید کشتن زیاد میشه، اما بکشید کم میشه. مثلا همین الانشون واقعش هم همینجوره دیگه، تو دنیا اون کشورهایی که قتل توشون ممنوعه قتل بیشتر اتفاق میفته، تو اونجایی که قتل مجازه، مثلا تو ایران قتل مجازه یعنی حکم اعدام هست، تو ایران بیشتر آدم میکشه یا تو آمریکا که قتل ممنوعه اونجا بیشتر میکشن دیگه، چه کسی که قاتله میگه خب میکشم چهار روز میرم زندان بعدم میام بیرون. اینم بد نیست و القتل و انفال القتل، اما بینهو و بین لفظ القرآن ما بین آسمان و زمین، فل قصاص حیاتون کجا به این کجا، ما بین اعلی طبقه و ادناها، یعنی ما بین آسمان و زمین. و اول ما فیه ان ذالک استدعاءون الی العتاب و هذا استدعاءون الی العدل، اونجایی که میگوید که فل اتاب حیاتون یا میگوید که القتل و انفال القتل، داره اتاب را سرزنش را خوب میشه مرد و دعوت میکند، در حالی که قرآن خوب میشه مرد عدل را، اون دعوت به اتاب، این دعوت به عدل. و فی ذالک ابهامون و فی الآیت بیانون عجیبون، القتل و انفال القتل رو به دست خیلی ها نمی فهمند یعنی چی، اما فی القصاص حیاتو خیلی معناش سلیس و روان و زیباست.
در آیه بیان عجیب و قول حجا. نه بله همونو میخواد بگه، اما یه جور دیگه گفته. تقوله یا اول الالباب، یا اول الالباب معناه معناش اینها یا زد العقول لأنهم الذين يعرفون العواقب و يتصبرون ذلك فلذلك خصهم. اینا رو بهشون میگن بحث فلسفه مجازات ها. یه بحث از فلسفه مجازات ها، فلسفه مجازات همینه. خب این خیلی بحث خیلی خوبی هم هست، تو اسلام یه جوره، تو غرب یه جوره دیگه است، تو ادیان دیگر جوره دیگه است، تو خود روایات باز یه جوره دیگه، روایاتی که زمان سلیمان و داوود اینا رو بیان کرده ها. یه حدیثی هست که حضرت داوود خواست از دنیا بره، بچه‌هاشو جمع کرد، فرمود که اگر یکی به تو ظلم کرد چه کار میکنی؟ یکی گفت که مقابله به مثل میکنم، یکی دیگه گفت که دو برابر میزنم که دیگه نزند، سلیمان گفت که میبخشم. حضرت داوود گفت اون دوتا که هیچی، خب تو اگر که بخشیدی اگه دوباره بهت زد، خب منم دوباره میبخشم. گوه دوباره بخشیدی سه باره بهت زد، گوه سه باره میبخشم. گوه اگه بازم بهت زد، گوه پدر اینقدر میبخشم که دیگه نزند. داوود گفت تو میتونی پیغمبر بشی. این هم بحث فلسفه مجازات است. این الان تو چیزی شخصی داره میگه، تو شخصی سلیمان میگه اینقدر میبخشم که دیگه نزند، این میتونه پیغمبر بشی. اما تو چیزی که نه عمومی، اونجا عمومی حکم دیگری داره. اینا بحث فلسفه مجازاته. فلسفه مجازات میگه که مثلا اصلا برای چی میکشید؟ ما میگیم فرق ساس حیاتون. یک کسی میگه که نمیدونم اینقدر که کشتند، نمیدونم مواد مخدر کم نشود و فلان نشود، پس دیگه نباید بکشیم. جوابش این که فرق بذاری بین قصاص و حدود. اولا این بحث قصاصه نه حدود، اونجا بحث حدوده، اینجا بحث قصاصه. ثانیاً هم همیشه تو فلسفه مجازات باید فرق بگذاری بین تنبیه و بین مجازات. یک کسی که میره توی یه خونه دزدی میکنه دو تا کار کرده، یکی که توی خونه ناامنی ایجاد کرد و مال مردم رو دزدید، یکی همی که با یه کاری بکنه که دیگه این کار باب نشه تو کشور، دزد نره تو خونه مردم. این که این بابا رفته ناامنی ایجاد کرده دزدیده، باید بگیرید و دستشو ببرید و نمیدونم شلاقش بزنید زندان. این که میخواید دیگه از این به بعد این کارا تو کشور اتفاق نیفته، باید درس اخلاق بگذارید، نه اینکه فقط بیاییم دست ببریم یا اعدام بکنیم ولی درس اخلاق نگذاریم، بعدم کدیور بیاد بگوید که جرم کم نشد. یعنی اینو قاطی کردن این دو تا بحثه. یه بحث اینه که میخواید دیگه کسی جرم مرتکب نشه، این راش چیه؟ نه زندانه نه اجرای حدوده، در سخلاق راه حله. اما یه بحث اینه که خب فقط در سخلاق بیزنیم بر کسی که اومد خونه ما دزدی کرد، یا نه در یه گوشمالی هم بهش بدیم چون تو خونه ما ناامنی ایجاد کرد. این که دستشو میبریم اون گوشمالی هست، در سخلاق پیشگیری از جرمه. به این دوتا اون بوقاتی کرده. ای عاقلان، چون عاقل ها هستن که عواقب رو و این چیزا رو میفهمن، اینا رو بهش میگن فلسفه مجازات. فلسفه که هستن لعلکم تتقون فی لعل سقول هست. لعل سقول اول این که لام لعل به معنی لامه، یعنی لتتقو، چون خدا نمیشود لعل به کار ببره، لعل رو به معنی لام میگیریم. اثانی انه للرجاء و طمع، دومم اینه که الا لعل برای امید است. لعلکم تتقون یعنی امید است که
کنه و قال علا رجای کن و تمعی کن فی تقبا، به عنوان امید و تمعی در تقبای شما. سوم هم این که لعله به معنی تعرض باشه، یعنی علا تعرض کم لتقبا. و فی تتقون هم دو قول است، اول این که لعلکم تتقون القتل، شاید از قتل بپرهیزید، بالخوف من القصاص، وقتی از قصاص میترد، ان ابن عباس و حسن و ابن زید. دوم هم که لعلکم تتقون ربکم، به اجتناب معاصی، از خدا بترسید، به این که گناه نکنید. و هازا اهم، این معنا اهم از معنای اوله، پس این بهتره. سلام.